سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاشی گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. چهاردهم مرداد ماه، سال روز انقلاب مشروطیت، جنبش میهن پرستان بر علیه استبداد نوکران اجنبی که به دروغ در قالب پادشاه خودشون رو به ملت ایران تحمیل کرده بود. و بر علیه یک مشت آخوند مفخور دزد، یعنی بر علیه خرافات، بر علیه ارتجاع سیاه و سرانجام بر علیه استثمار روس و انگلیس،
کشور اشغال شده ایران توسط روس‌ها و انگلیس‌ها در شمال و جنوب و از درونم نوکران اجاره‌ایشون، مزدوران اجاره‌ایشون. الان هم داریم، مزدور اجاره‌ای داریم. منتها اون موقع به یارو میگفتم ممدلی، الان بهش میگن دکتر مهندس. ایو مهندس و میهن پرستان، عاشقان ایران آریایی که کشور رو در اشغال بیگانگان میدیدن، و یه مش مفخور دزد، یه مش راهزن، یه مش مستبد، بی سواد، مزدور اجاره‌ای، نوکر اجنبی، حقوق میگرفتن از سفارت روس و انگلیس. مزخرف الدین، اون یکی ناصرالدین، احمد ولگر، از طویلهی که بهش میگفتن کنسول انگلیس حقوق میگرفت، و اون یکی ممدلی هم از روسا روبل میگرفت، از یه طویلهی که بهش میگفتن کنسول روس. چهاردهم مرداد بر همه عاشقان ایران آریایی، بر همه میهن پرستان واقعی، مشروط خواهان راستین، نه یه مش قلابی که هز میزنن، بر علیه کسانی که ایستادند، مبارزه کردند، اون میهن پرستان تا ایران بمونه. 14 مرداد به همه شما عاشقان ایران آریایی، به همه شما انسانهایی که هنوز شرافت و اخلاق رو نفروختید به پول، نوکر نشدید که بیایید بگید با درود به شاهزاده عربستان، چارنل نمیرید در طویلهی به اسم کاخ سفید که حقوق بهتون بدن، پول بدن، حزب بزنید، بگید ما مشروط خواهیم، به همه شما کسانی که هنوز مزدور اجارهی نشدید و امیدوارم هیچ وقت هم نشید، به همه شما انسانهایی که ته جیباتون سوراخه اما شرفتون رو نفروختید، دیگه هیچی تو جیبامون نیست خدا رو شکر، ولی شرفمون رو نفروختید، بر همه عاشقان رضا شاه بنیانگذار ایران نوین و آریامهر خدایگان بنیانگذار تمدن نوین و سیروس پهلوی سوم خجسته باد. جشن مشروطیت بر همه عاشقان ایران آریایی خجسته باد. در مورد مشروطیت بزرگان خیلی گفتند، چگونه آغاز شد، چه شد، و هر سال باید گفت، باید گفت تا نسل جوان ایران، نسل کنونی ایران بدونه که چه بر سرش گذشت، اصلا چرا ما مشروط خواهیم. اما هر بار باید بیایم و مشروطیت رو مجدداً از نو بازش کنیم و بیایم روش کار کنیم، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر کنجکاوی کنیم، بیشتر بیایم این مسئله رو جراحیش بکنیم. اصلا چرا ستارخان، باقرخان و بانو مریم، اون بانوی شریف لور بختیاری، اون شیرزن، اسعد بختیاری و همه بزرگان، همه انسانهای شریفی که هر کدومشون چه اسلحه به دست گرفته، مثل بچه های صدر مشروطیت، مثل یفریم خان ارمنی، مثل ستار بزرگ و باقر بزرگ و دیگران، و چه اونهایی که با قلم مبارزه کردن، مثل عارف قزوینی، مثل جهانگیر خان سور اسرافیل، جهانگیر شیرازی معروف به سور اسرافیل، اون روزنامه نگار شریف که قلمشو نفروخت، لگن نفروخت،
ناموس و شرفش رو نذاشت رو سینی تقدیم حزب دموکرات امریکا بکنه. هر روز توی پدر سوخت بازی توی قالبی نرفت، مثل ایرج میرزا، مثل میرزاده عشقی پاشو نلغزید. شرافتمندانه اشعاری سرودن که مردم رو تکون داد، مثل شاعرهای دوزاری الان نبودن، مثل سیمین بهوانی دوزاری میگه دوباره میسازمت وطن، وطن ساخته شده رو زدن در به داغون کردن بی پدر و مادرها، مثل احمد شاملوی کسافت. انسان‌های شریفی بودن، مثل خود عارف قزوینی، تصنیف‌هایی که خون تکون داد یک کشور رو با یه تاری که شکسته بود ولی خوند و ایستاد برای مشروطیت. خونش رو تخریب کردن همین جمهوری اشغالگر اسلامی در همدان، ولی ایستاد و برای ملتش خوند، نه مثل محمد شمدوز که بگه اون مزخرفات رو بیاد در شورش 57 بخونه بعد بگه ربنای منو پخش نکنی، مردشور رو قیافه خودت و ربنات رو ببرم تونده یک کثیف. درود به شرف همه انسان‌هایی که ایستادن برای مشروطیت، درود بر همه انسان‌هایی که سینه‌هاشون رو سپر کردن، دیواره گوشتی ساختن تا مشروطیت بمونه، به طرفشون سنگ انداختن، جلو توپ گذاشتنشون. شیخ فضل‌الله نوری ابر کثافت لجن آخوند گفت مشروعیت، زدن تو دهنش، آویزونش کردن، همونطور که همه این آخوندها رو آویزون خواهند کرد. اون ملا خمینی شانس آورد و یعنی گردنش خوراک تناب بود وسط جماران، گردن کلفت بی ناموس روح الله الموسوی الخمینی، مأمور امای سیکس بود، نوکر بود، انگلیسی بود و شیخ فضل‌الله نوری هم نوکر بود، اونم از عوامل انگلیس بود. میگفت مشروعیت. مدرس بیشرف هم عامل انگلیس بود، کاشانی هم عامل بود بیشرف، همه شون انگلیسی بودن، مثل سید کاظم شریعت مداری که گور به گورش کردن، دم مستر و چالش کردن. پسرش حسن صدق خور میگه شورای گراز، همه شون بیشرف هم. از صدر اسلام، از موقعی که اومدن تو ایران ما رو اشغال کردن و بعد انگلیس ها به صورت رسمی اومدن، همشون نوکرن و در طول تاریخ ما داشتیم از این نوکرا. در دوران نادرشاه افشار داشتیم، در صفویه داشتیم، در دوران غزنویان داشتیم، در دوران صفاریان داشتیم، در دوران سامانیان داشتیم، در دوران سلجوقیان داشتیم، حتی در دوران تیموری که ما رو اشغال کرد ما ایرانی مزدور داشتیم، رفتن با تیمور رفیق شدن واسه خاطر یه لقمه نون و صدارت. در تمام ادوار تاریخ ما سلمان فارسی تا دلتون بخواد داشتیم، پیش از حمله تازیان هم داشتیم، در دربار خسرو پرویز شاهنشاه ایران داشتیم، در دربار بهرام داشتیم، بهرام گور، بهرام اول، هرمز، اورد، اشکان، فرهاد، اردوان، اردلان داشتیم. در همه ادوار تاریخ ما در دربار، در درون دستگاه حاکمیت نوکر داشتیم، بد جوری هم نوکر بودن. در دوران رضا شاه بزرگ هم داشتیم و همین نوکران کشور رو تحویل بیگانگان دادن. تیمورتاش، مردیکه دونگ، نوکر بود بیشرف، خیانت کرد به رضا شاه بزرگ. و نه فقط او، چند تا دیگه هم بودن، اون سید ضیاءالدین هم بود، اونم نوکر بود، نوکر انگلیسا بود.
در دوران خدایگان آریامهر بزرگم داشتیم، اون بچه باغبون فردوس بیشرف تا امیری اومد، صمیمیترین یار خدایگان بود، خیانت کرد اون گور به گور شده و چند رأس از این خائنین داشتیم، هنوزم داریم، به اسم مشروط خواه، به اسم مبارز سیاسی، فعال سیاسی، 20-30 نفر بیشتر نیستن که به بهانه مشروطیت میریم تا امشب یه صفحه دیگه از تمام این صفحات خائنین رو باز کنیم. تا خائن رو نشناسیم نمیدونیم چرا 42 سال بر کشور ما حاکم شدن که امروز بیان جنگ برامون را بندازن. هر شب اسرائیل داره میزنتشون، بعد میگه کشتیامون رو جمهوری اسلامی دزدید، انگلیس ها میگن، دروغ میگن، ملت باور نکنیم، بازی خود انگلیس هاست. دنیا دست به دست هم داده از ایران 20 کشور در بیارن، میخوان تجزیه‌مون کنن. از باقی مانده میهن پرستان خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید به برنامه خودتون، به تنها سنگر باقی مانده کمک کنید، کمک کنید تا این سنگر بمونه، تا بتونیم جمهوری اسلامی رو ببریم. از همه طرف داره به همون حمله میشه، نمیتونید مبارزه کنید، برید کنار، مزاحم اوقات ما نشید. من ایستادم، خیلی بد جوریم ایستادم تا لحظه ای که پادشاهمو به کشور بر نگردونم، تا لحظه ای که وصیت خدایگان رو اجرا نکنم، ایستادم و ایستادم و ایستادم. من ایستاده میمیرم، من دوست ندارم یه ولی بشم تو رخت خواب، و عمر زیادی هم دوست ندارم، عمر زیادی خوب نیست، تقاضای عمر زیاد از خدا نکنید، تقاضا بکنید همیشه شرافتمندانه زندگی کنید، سالم باشید و شریف باشید، حالا ایشالله 180 سالت باشه ولی شریف باشید، نه واسه خاطر یه لقمه نون و عمر زیادی شرافت و اخلاق و همه چی رو بفروشید. چون انسانی که شرفش رو بفروشه میشه لگن فروش دوز، میشه علی منقلی، میشه علی ساربو، میشه این مشروط خواهای قلابی مزدور، خودفروش، دروغگو، فاسد، که فساد اخلاقی و مالی از تو درون خانواده هاشون که به ما ربطی نداره، مسئله شخصشونه، ولی ما میدونیم، تا بیرون نفوذ کرده. کمک کنید سنگر ایران آریایی سر جاش بمونه. مشروطیت پیروز شد و مشروط خواهان موفق شدن بساط استبداد نعلی و استثمار رو، استعمار روس و انگلیس رو از بین ببرن برای مدت کوتاهی. ولی دشمن رفت مجدداً خودش رو ساخت، زخمی شده بود، رفت توی بیمارستان خوابی، باند پیچی کرد، برگشت اومد تا سر مشروطیت رو ببره. ممدلی رو انداختن وسط، با لیاخوف مجلس رو زدن، به توپ بستن مجلس رو، خانه ملت رو، استبداد صغیر رو انداختن، مشروط خواهان رو گرفتن کشتن، جهانگیرخان سورسافی رو تیکه پارش کردن، بقیه رو به همین شکل، به هیچ کس رحم نکردن، همه رو کشتن. ولی اینقدر استبداد، اساسا مستبدان اینقدر احمقن، حالا مدرن بهشون میگن دیکتاتور، که نمیدونن تو با کشتن انسانها آزادی رو نمیتونی بکشی، تو با سانسور کردن میهن پرستان در تمام رادیو تلویزیون ها میهن پرستی رو نمیتونید بکشید. دیدی نتونستید بکشید؟ همون سعید قائم مقامی گور به گور شده و سایر عرازل اوباش مثل حسین مهری آشپز خمینی در نوفل نوشاتون بیمار روانی، صدای میهن پرستان رو قطع میکرد، منشأ امیرم قطع میکرد، ولی دیدید میهن پرستی رو نتونستید قطع کنید، ادای دموکراسی هم در می آوردید. هنوزم این غلطای زیادی رو میکنید جلو دوربینای تلویزیون، دموکراسی، آزادی بیان، ولی دروغ میگید.
و فقط خودتون مثل انگل تو هم میلولی. 20 تا 25 حد اکثر 30 نفر بیشتر نیستید که این 30 تا دارید پاسکاری میکنید تو این رادیو تلویزیون ها. دبیر کل میره میشینه توی طویله ای که مال وهابیون عربستانه به اسم کلمه، بعد میره تو اینتر آشقا، اونجا تحلیلگر، اینجا هم تحلیلگر. تقی‌زاده میره تو بی بی سی، بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، 400-500 پوند اونجا بهش میدن، بعد میره تو صدای آمریکا 400-500 دلار اینجا بهش میدن، بعد میره تو تلویزیون آلمان، بعد 400-500 یورو اونجا بهش میدن. رقم سر جاشه، واحد پول عوض میشه. بقیهشون هم همینن. تا کمم میارن میگن آقا گفته، آقا فرمود. میرن زیر کت شاهزاده به قول خودشون. مشروطیت رو نتونستن سر برن، مشروط خواه به پا خواستن و کاری کردن که ممدلی فرار کرد، شبونه فرار کرد، رفت پناه آورد به سفارت روس پیش پدر جدش. مردم احمد ولگرد رو نشوندن رو تخت، 9 سالش بود. انگلیسا احمد ولگرد رو به آخونده گفتن اینو بکنید به عنوان پادشاه فعلا، به خاطر اینکه مملکت دوباره انگلیسا بگیرن دستشون، از دست روسا بگیرن. ممدلی روس بود و مردم هم حمایت کردن به خاطر اینکه نمیخواستن کشور اصلا پاشیده بشه، یه نفر به اسم شاه اون بالا باشه، حالا اسمش احمد 9 ساله است، حالا اسمش هر کی میخواد باشه. مشروطه خواه مجددا یارگیری کردن، مجلس را افتاد. از دل مشروطیت یک انسان شریف میهن پرست، یک ابرمردی که براستی از دل تاریکی ها متولد شد، از تو تونل وحشت، سیاه سیاه، هیچی نمیدیدی، یک مرتبه یه فرشته از تو اون تونل اومد بیرون، سرحال، شلاقی، با چکمه، چشمای بسیار درشت که کسی جرأت نمیکنه تو چشاش نگاه کنه، هنوزم تو عکسش جرأت نمیکنیم نگاه کنیم، با چهره بسیار مردانه، زخم خورده از نبردهایی که بر علیه متجاوزین و تجزیه طلبان مثل میرزا کوچک خان انگلی و سایر اراذل اوباش انجام داده بود، سالم سوار بر اسب با چند تا تفنگچی اومد تا مشروطیت دوم رو پیاده کنه. جنبش دوم مشروطیت با آمدن یک انسانی که بهشون گفتن رضاخان، بعد شد رضاخان سردار سپه، سرباز بود و بعد شد سرهنگ و بعد شد سردار و بعد شد نخست وزیر و سرانجام با حکم مجلس، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی قبول کرد و عنوان سلسله پهلوی مشروطیت دوم رو در ایران پیاده کنه، چون سر مشروطیت رو لیاخوف بریده بود برای اولین بار، مجدداً وصل شد اون سر. رضا شاه بزرگ اولین پادشاه مشروط خواه بود، یعنی بعد از امضای مشروطیت به عبارتی که معروف به فرمان مشروطیت شد، عدل مظفر که همون مظفر الدین علی عیاش نفهم مجبور شد امضا کنه زیر فشار مشروط خواهایی که تا تو دربار این لجن نفوذ کرده بودن، سر مشروطیت بریده شده بود. مجلس بود، 2-3 تا 4 تا 5 دوره مجلس بود، ولی تق و لغ بود چون هنوز جا نیفتاده بود، طفل بود. رضا شاه بزرگ قانونا شاهنشاه ایران شده و تمام آنچه که مشروطیت خواست ملت ایران بود همه رو پیاده کرد، عدالت خانه، دادگستری، بعدها شد به اسم دادگستری، نظمیه یعنی شهربانی،
اینا بهش میگن نیروهای انتظامی، یه مش دوز مواد فروش خانم جا به جا کن. نظمیه آورد، عدالت خانه آورد، دادگستری آورد، شهربانی آورد، پلیس آورد، امنیت رو به کشور برگردون. امنیت نبود تو ایران. شما از تهران مثلا میخواستی بدی تا شهر ری، باید وصیتت رو مینوشتی میدادی به بزرگ محل که زن و بچه اون به تو سپرده. تجددگرایی و ترقی و پیشرفت آورد تو ایران. اینا خواست مشروطیت بود. مشروطیت چی بود؟ مشروطیت میگفت بهداشت عمومی، چون همه تراخون داشتن، کچلی و هزار یه بیماری، اعتیاد. مملکت نبود، یه باغ وحش بود به اسم مملکت. قیافه ایرانی ها رو برید ببینید در دوران قاجارها، این نئاندرتال هایی که یواش یواش میخواد چهره آدم به خودش بگیره. پدر بزرگا و مادر بزرگای پدر مادرامون، سه نسل قبلمون خیلی خراب بود، و از پای برهنه یه چیزی به اسم لباس تنشون بود، پاره پوره، تمام سر و کله پدر بزرگ و مادر بزرگای پدر مادرامون پر شپش بود. تراخوم چشم همه رو در آورده بود، بیماری، همومی در کار نبود، حتی خزینه هم در کار نبود، تازه خزینه اومده بود. کی میدونه سعدی کیه، حافظ کیه، فردوسی چیه، شب یلدا چیه؟ ساعت 3 صبح 4 صبح دلش نیمه شب میرفتن سر مزرعه ها، زمین ها کار میکردن، تنگ غروب میومدن مردا، بابا بزرگای پدر مادرامو فانوس به دست، بعد گرگ میزد میکشتشون. یابون بود ایران، مثلا اینطوری نبود تهران، دهات کوچولو جمع جوری درخت های چنار داشت و پر نهر آب و همه شهرها هم همین بود. شهری در کار نبود، ایران روستا بود، همه روستایی بودن. دولت مرکزی هم هیچ کاری نداشت، فقط تو خودشون حال میکردن، میرفت مسافرت فرعی میومدن، 500 تا 2000 تا زن توی دربار بود که ننه هاشون بچه هاشون بعدها شدن ننه مریم، همین مریم ازدانلوی قجر، معصوم قومی، نسرین توپل، نرگس سیتوده، اینا تخمتره که اون خاتونای اون تو اون چیزن تو اون یارو درباره. حالا نه حتما اینا مامان بزرگاشون مثلا صوفیا لورن بودن، نه، اونجا جارو بارو میجرد. و رضا شاه بزرگ اومد تمام اینا رو تعطیل کرد، القاب رو تعطیل کرد. مثلا به یه نفر میگفتن صدرالدین اشرافی مستداب مستراح فلا، هم توی میبستن به یارو، گفت نه آقا یه اسم یه فامیل، تموم شد، شناسنامه بدید به ایرونی ها دیگه، نگید ننه حسن، ننه علی. زن رو از کنج خونه که چپونده بودنش توی یه چیزی به اسم خونه، کلبه بود، ما تو کلبه زندگی میکردیم، مثل قارنشین بودیم ما. اون زن رو ازش ماشین نویس درست کرد، منشی درست کرد، تبدیلش کرد به قمر، زنده یاد قمر، که امروز هم سال روز در گذاشت قمر، نخستین بانویی که صدایش ضبط شد تو ایران، ولی متاسفانه در فقر و تنگ دستی جان داد. ما هیچ وقت به دلسوزان کشورمون رسیدگی نکردیم. دلسوزان مملکت، میهن پرستان همیشه بی کفن از دنیا رفتن، مثل عارف قزوینی، مثل قمر، ولی بی ناموسا همیشه با کفن مردن، مثل محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، روح الله خمینی، کسافت آفتابزاده تاریخ و سایر اراذل اوباش. و ایران در چنین شرایطی بود که رضا شاه بزرگ میاد ظهور میکنه، این پیامبر ظهور میکنه، امام زمان اومد، ما نفهمیدیم، هنوز میگردیم یارو تو چاهه، نه بیشعور مردشون اون چشماتونو ببرن. رضا شاه اومده، نگاه کنید تو سعدآباد، رضا شاه همونه، همون مهدی موعوده، بفهمید مهدی موعود یعنی چی؟ یعنی یکی قرار بیاد نجاتتون بده، یکی اومده داره نجاتتون میده.
خدایا نسل هر چه آدم نادان بیشعور نفهم از روی کره زمین بردار. آمین یا رب القاسم الامنین. هر چی از بیشعورها کمتر بشود کره زمین وضعیت اکسیژنش بهتر میشود. امام احمدی یعنی من. به این ترتیب رضا شاه بزرگ بهداشت برای ایرانی ها آورد، برای ایرانی ها تحصیل آورد. به ما گفت برید نری تو مکتب خونه، اون ملاها تو مکتب خونه هم به بچه هاتون تجاوز میکنن، کسافت ها همین کاری که الان میکنن. مثل یارو توسی بود، کی بود؟ علی شیری چقدر خوشش اومد چون این کار هست دیگه، یاد جوانی هاش افتاد. و عرض کنم حضورتون گفت مدرسه براشون بزنید، دبیرستان درست کرد برامون، دانشگاه آورد برامون، خاک بر سرمون. اون فعلش هم بگم که فاعلش درست بشه، بشه این ارزش، اینم درس بشه. بعد بیمارستان برامون آورد، بهداشت آورد، برامون نون گندم آورد، ما رو برنج خور کرد، ملتی که نون جو میخورد، تازه اونم همه جو نداشتن بخورن، یه مش نخود و عدس و لوبیا میریختن تو یه قابلمه بزرغ، بعد میگفتن این غذای ماست. بعد چلو کباب ملت خورد، ماهی خورد، ملت ایران گوشت خار شد، از استخوان خاری به گوشت خاری رسیدیم. لبنیات تمیز به مردم داد، دیگه نریدن بقالی 2000 تا مگس دور دوغه داره شنا میکنه عربی میرقصه. همه رو تمیز تحویل ما داد، کارخونه برامون درست کرد، هواپیما برامون آورد، قطار برامون آورد، جاده ها رو اسفالت کرد، گردن کشا و راهزنا رو کش. اینا رو اینا نهضت مشروطیت بود. ستارخان و باقرخان و بزرگان مشروطیت اینو برای ملت ایران میخواستن، ولی زورشون نرسید، فقط کلنگو زدن. رضا شاه بزرگ اومد با اقتدار، با چک و لگد و پس گردنی، چون چاره ای نبود، نمیتونست با دموکراسی بیاد. اونم کی؟ 100 سال پیش که تمام دنیا دیکتاتور بودن. میگن رضاخان قلدر خیلی بدجوری مستبد بود، مثلا انگار ترکیه حکومتش مثلا خانم انگلا مرکل بوده. در زمان رضا شاه صدر اعظم ترکیه، رئیس جمهور ترکیه، نخست وزیر ترکیه چیز بوده، جورج واشنگتن بوده. بله. بعد رئیس جمهور مثلا حاکم عراق هلموت کول بوده، خیلی بدجوری هم بود، هلموت بود. بعد مثلا در شوروی مثلا فرض بفرمایید خانوم مارگارت تاچر بود. بعد دموکراسی خیلی هم محکم تو مسکو دموکراسی بود، لعنت به پدر و مادر هر جدا بود. تنها کشوری که دو دنیا یه بچه بوی از دموکراسی توش می اومد فقط امریکا بود، اونم به خاطر که جامعه کاپیتالیسم بود. کلای دموکراسی گذاشتن سر ملت که برج کفتر بسازن تو نیویورک، تمام دلارا رو جمع کنن اینجا، بگن دموکراسی today today tomorrow good morning yesterday I am table، فقط پولا رو بکشن بیان اونجا. چون 100 سال پیش آمریکایی‌ها الان رو داشتن میدیدن که الان تمام دور کره زمین که مال ماست هیچی، کره مریخ و کره ماه و دیگه مشتری و زحل و کیوان، هر چی سیاره و ستاره و هر چیز میزی اون بالا داری میگرده مال ماست. اگه جرات داریم به اینجور علکی که به این نمیگن ناسا، صحبت بر سر خدا بیلیارد دلار سرمایه است. یه اف بی آی هم گذاشتم اینجا، دستت بره بالا بیاد پایین شیش تا مسلح میرسه تو خونه. یه ارتش هم دارم، یه اسلحه دادم به دست سربازم که هم ویالون میزنه، هم تار میزنه، هم کمونچه میزنه، هم موشک پرتاب میکنه، هم تانک، هم هلیکوپتر، هم بیسیم، هم مشروب داره توش، هم یخچال، همه چی رو تو تفنگ است. یه سرباز امریکایی که تو بغداد داره راه میره یا تو کابل، یعنی داره یه پادگان راه میره. اینم ارتشم. یه پلیس هم دارم که فقط بهت بگه استوپ، واینسی چنان میزنتت که سکندری بری ولی دیگه بلند نمیشی. 100 سال پیش داشتم فکر الان میکردم، الان که من و تو رو گذاشتن سر کار، جمهوری طلب، جمهوری سکولار، سکولاریست، جمهوری جمهوری، الان 100 سال دیگه بارشون رو بستن. یعنی 100 سال دیگه که ما تازه 100 سال دیگه میخوایم بگیم ما مجلس سنا
و مجلس نمایندگان داریم دیگه نگیم شورا، شورا از چیز شده مد افتاده، بگیم کنگره ایران و مجلس سنای ایران. بله ما هم اف بی آی داریم، خیلی بدجوری هم اف بی آی داریم، آی بی اف اسمشو گوشتیم که نگن ما تقلید کردیم. حالا تو اصلا شما 100 سال دیگه امریکایی چی دارن دیگه؟ تو خیابونا رانندگی نمیکنن، هر کی نشسته تو یه بادکنکی بعد دریغندی به بوغم میزنه برپا کنم داره. بله ملتی که نداره نداره دیگه، حالا اون فعل نداره رو خودت برو بذار هر چه دوست داری بذار، عقل نداره، شعور نداره، نه یه بالاخره نداره دیگه. وقتی این نباشه جان در عذاب دیگه، مثل آدمی که وجدان و شرف نداره اون نداره دیگه، دیگه چیکارش داری؟ مثل آدم از این تنه لشیه بهش بگو لگم بروش، بابا یارو یارو یه دنیا لجنه ای دوباره به فوش بوده. این میگه دلار کجاست، مایه کجاست. رضا شاه بزرگ تمام اصول مشروطیت رو پیاده کرد، او قانونی ترین پادشاه تاریخ ایران بود و هیچ کس به جز انگلیس اینو نمیدونست، و توده‌ای های همیشه خائن و مرتجعین سرخ و سیاه. دشمن میدونست رضا شاه بزرگ قانونیه، قانون رو پیاده کرد تو ایران، اولین پادشاهی که پس از 1400 سال ایران رو قانونمند کرد. یعنی گفت اگه تو با این دعوت میشه شکایتی داری باید بری کلانتری، کلانتری پرمنده درست کنه بدت دادسرا، باید بری دادگاه، باید وکیلم داری، باید این آدم میشه مستبد. اولین پادشاهی که گفت همه باید درس بخونید، بعد بهش میگفتن بی سواد. اولین پادشاهی که گفت همه باید صاحب بهداشت بشین، بس دیگه با دماغ جزام گرفته و لب و لوچه نمیدونم ورم کرده، بس از این قیافه ها بیاییم بیرون، مثل آدم بشین، بابا آدم تگری میزنه همدیگر داره میبینه، خوشگل بشید، این خوشگل بودن باید خرج بشه بالاش، بهداشت میخواد، این بهداشت خوب باید خورد و خوراک خوب داشته باشید. بعد میگفتن که تو کاخ داره کباب میخوره، بعد جوری هم کباب میخوره، خیلی کباب دوست داره رضا شاه، مثلا اینگاه مردم مثلا داشتن چیز مونده از گلن میخوردن. اولین پادشاهی که نظم داد به اقتصاد، تعریف کرد اقتصاد و صادرات واردات، عرضه تقاضا، نقدینگی، پول، بانک، ارز، بانک مرکزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه. بی سواده چقدر بی سواد. خدایا یه بار دیگه اگر وجود داری تو کجایی تا شوم من چاکرت، یه رضا شاه بساز برای ما، هم بی سواد باشه، هم چکمه داشته باشه، هم سیبیل داشته باشه، هم دست دزن داشته باشه، هم مستبد باشه، هم فوش خار و مادر به ما بده. اگر مردی خدا یه بار دیگه بیا این اشتباه رو بکن، چاکرت. الو خدا؟ نه نیستش، خدای نامرد نیده بود، سال 2000 خدا هم نامرد شد. جناب مهندس لطفاً بعد بفرمایید شماره دو یه یادی از قمر عزیز بکنیم بیایم و کار رو ادامه بدیم. بچه زنگم بزنید دستتون درد نکنه. امرالملوک وزیری، خواننده‌ای که صدای زن ایرانی را از اندرونی به بیرون کشید. او سال 1303 در اولین کنسرتش بی حجاب برای مردان آواز خواند و سر و کارش به نظمیه افتاد. 16 سال بعد با گشایش رادیو ایران صدای قمر به گوش همه ایران رسید. از آن زمان به بعد زنان زیادی آوازخوانی را تجربه کردند و سبک‌های زیادی ثبت شد. دامن و نرگس مست تو دیدم. Thank you.
دادم و مهرم خریدم. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. یادی هم از قمر عزیز بکنیم، صدای ماندگار قمر که به راستی قمر قمر بود. روان شاد، روان شاد، روان شاد. دشمن میدونست که رضا شاه بزرگ پادشاه قانونی ایرانه و داره مشروطیت رو پیاده میکنه. تمام خواسته مشروطه خواهان رو رضا شاه بزرگ پیاده کرد. پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز مصدقی های ایران بر باده شاگرد پادوهای اون نوکر انگلیس در لجنجلس و در طویله های لجنجلس فحاشی میکنن به رضا شاه بزرگ. بعد یه عده مشروطه خواه قلابی دروغی میگن با اینا بریم اتحاد بکنیم، میخوایم بیانیه خیلی مشترک امضا کنیم. چند نفرن؟ 20 نفر تا 30 نفر. 30 تاشون هم با هم رفیقن. شبا تو ماچ بکن من ماچ بکن با هم دیگه. اسمال بزاز و محسن ملخ و همین اراذل اوباش، حسن صدق خور و 7-8 تا هم تلویزیون زیر دست و بالشونه، از این میرن تو اون، از اون میاد تو این. امشب نوبت محسن ملخ پیش علی منقلیه، اسمال بزاز پیش لگن فروش دزده، هوشنگ امیر بیشرف پیش علی ساربونه. بعد جاها عوض میشه، خانوما دست، آقایون رقص. حالا برعکس، بازم خانوما دست، آقایون رقص. بعد این میره تو اینتر آشغال، بعد از اینتر آشغال میاد میره تو اون یکی آشغال. تم تو آشغال مثل کرم دارن میلولن. بعد میگن که باید متحد بشیم. و اعلی حضرت رضا شاه دوم مصاحبه ای داشتن با تلویزیون خبری فرانسه یورو نیوز. ما آلمانی زبان میگیم اویرو نیوز، اگه یه دفعه گفتم نگید اویرو، یعنی جمعه یورو. بله. بعد حزب مشروطه برمیداره تا دلتون بخواد می نویسه اون چیزایی که دشمن هم نمی نویسه. بچه هایی که اعتراض میکنن سریع رو سایتش برمیداره که شاهزاده گفتن که گور پدر 2500 سال شاهنشاهی، من اصلا جد اندر جدم جمهوری طلب. خدا بچه ها بهانه مشروطه، من اینطوری امشب تیکه 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 حرفایی رو باید بهتون بزنم. یک بار دیگه این جمله به ثبت رسیده تاریخ، این جمله خودم به ثبت تاریخ رسوندم، از اوناست که ابدا کنندش خودمم، دممم گرم. وارد بازی های، اگه یک بار دیگه بیان از من سوال بکنید بعد دیگه شاکه میشم، وارد بازی های اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم نشوید. دیدید من نمیشم، شما هم نشید. هیچ کدوم از شما ایرانی ها در داخل و خارج از کشور، هیچ کدامتان و هیچ کدام من، اینجا بندم میام توی قابلمه، از تقی‌زاده ها و امیر طاهری ها تا همه دیگه، من این دو رو مثال زدم که شما دیگه هر فکری دارید برید بکنید. خب هیچ کدام من در سطح سواد سیاسی اعلی حضرت نیستیم. اینم الکی نمیگم، با دلیل میگم، نه صحبت طرفداری باشه، اصلا و ابد. من بعدی میگم بعد خوبو میگم خوب، چون اول برای من اعتبار کلام خودم مهمه. چون وقتی من اعتبار کلامم از دست بدم دیگه فایده نداره از اعلی حضرت من دفاع بکنم، میگم برو بابا این چرت پرت میگه. پس اعتبار کلامم رو حفظ کنم که وقتی از اعلی حضرت دفاع میکنن دشمنم بگه بابا این حداقل هیچ نداره، یه اعتبار کلام ده. چرت پرت نمیگه مثل لگن بروژ دوست، یه روز سلطنت طلبه، یه روز مجاهده، یه روز کمونیسته، یه روز ناموس نداره. ببخشید اون که هیچ وقت نداره،
و بقیه ماجرا. حالا خوب گوش کنید، وارد بازی های اعلی حضرت نشوید. اینجا میگم نشوید چون من نمیشم. چرا؟ زیرا که ما هیچ کدام ما سواد ایشون رو نداریم، سواد سیاسی. نه اینکه ایشون رفته الان شده استاد مثلا علوم سیاسی، نه. موضوع خیلی ساده است. یه مثال ساده براتون میزنم. همین سنگری که الان بنده توش دارم صحبت میکنم، منو بیارید بذارید جای آقای آریان وطنخواه. آقای آریان وطنخواه بگه آقا این یک هفته این سویچ، این چیز، این اتومبیل، این تلویزیون مال تو رضا احمد. شما تصور میکنید بعد یه هفته چه بلایی سر این تلویزیون بیاد؟ شما میکنید با همین نظم و انضباط میره جلو؟ هرگز. چرا؟ چون من کننده نیستم. مثل اینکه آقا برنامه ساز، من برنامه ساز نیستم. من پدرم برنامه ساز بود، خودم مثلا رشته برنامه ساز بود، من نه. من فقط میتونم راه و روش مبارزه رو بلده. من دارم مبارزه میکنم. من نمیدونم چه برنامه سازی بود. اگه برنامه سازی میکردم من رو بغل سینه نشستم، $500 اون بهم میداد، 500 پوند اون میداد، 500 یورو اون میداد، اگه میداد. آخه هر کدومشم یه نرخی داره. هر چی بیشتر ور بزنی کارت میرسه بعد میشه مثل یارو داییه دیگه. اون مثلا رو 2-3 هزار تا حال میده. مثل بازیکنی که هر چی با تجربه تر بشه حرفه‌ای تر میشه و باشگاه حرفه‌ای میخره. ولی با 500 تا شروع میشه. پس بعد یه هفته این تکلیف تلویزیون رو من واسه تون روشن میکنم، درب و داغونش میکنم براتون، چون کار من نیست، این کار مدیریت میخواد. من اگه یه هفته بیام اینجا بشم مدیر سنگر ایران آریایی، روزی 20 آهنگ ساعت‌ها رو براتون بخش میکنم. یعنی چون خودم خوشم میاد، همه هم خوششون میاد. صمد آقا به لیلا گفت لیلا شب ببینو خونه ما بخواب. گفت آخه امکان داره نن آقا بدش بیاد؟ گفت نه خوشش میاد. من که خوشم بیاد، نن آقا هم خوشش میاد. آره. چون من خودم ساعت دارو دوست دارم، مثلا همیشه ما هم دوست داریم. انا وضع اپوزیسیون اینه، خیال میکنن اون چیزی که اونا میگن چون تو خودشون دارن حال میکنن، یه ملت هم خوشش میاد. بعد اینا انقدر میشن واسه هم دیگه خالی بستن، بعد میگن که نه همه خوششون میاد. و جلی رو میخوادین و عراش بزنین. بیام این چقدر نمره بهتون میدم. برحال حضور شما عرض کنم که اعلی حضرت سیاست مدار هستند و شخصی که سیاست مدار باشد که ایشون هستند، بیشتر ترتر از همه ما میفهمند و بیشتر ترتر مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن، درک میکنن، بازگو میکنن، عنوان میکنن. شما آخرین ویدیو علازاتو دیدید دیگه، منم دیدم، همه شما دیدید، خودم هم براتون پخش کردم. علازات وقتی تشریف آوردن تو اون راه روه داشتنشون قدم میزدن، یادتون میاد دستشونشون گشودن پشتشون، مثل پدر بزرگا بودن واسه نواهاشون، چیز میکردن، قصه تعریف میکردن، یه همچین حالتی به خودشون گرفته بودن. حواستون هست به من یا رفتی تو پدر بزرگ؟ دستشونشون زده بودن پشتشون، قدم میزدن با دوربین میرفت و علازاتم میومد. چرا؟ تفکر باید در ذات انسان باشه. فرمایشاتشون هم هممون گوش کردیم. از فرمایشاتشون چی فهمیدیم؟ از اون چشما چی فهمیدیم؟ یورو نیوز یک مرتبه چرا خواب نما میشه با علازاد گفتگو میکنه؟ خوب گوش کنید، دارم راجع به یورو نیوز میگم، نه بانگاه لجن پرکن بی بی سی. یورو نیوز یعنی منبع خبری اروپا به علاوه کره زمین، معتبرترین منبع خبری، کانال خبری جهانه. 100% زیر نظر فراماسونرها و چپ جهان، 100% بدون اقرار خودشون هم میگه. ساختمونشو برید ببینید تو فرانسه، متوجه میشید اون ساختمون سبزنگه. چرا با علازت گفتگو میشه؟ و بعد ایشون میان و اونطوری قدم میزن و دستشون میزنن پشتشون. تو کار اعلی حضرت دخالت نکنید، این به نفع همتونه.
چون اگر دخالت بکنید نمیتونید تجزیه تحلیل کنید، بعد میشینید مثل یه مش آدم احمق بی شعور نفهم. مجددا عرض میکنم و تکرار میکنم و ریپیت بلیزش میکنم، یه مش آدم احمق نفهم و بی شعور تجزیه تحلیل دوزاری میکنید. آقا شانه میخواد باشه، خب یه دفعه میخوام شاه بشم بید. چون نمیفهمید، نه متوجه نشید، نمیفهمید، دست خودتون نیست. آقا تو میفهمید، تو چشمت کورشه. آره من میفهمم. اگر نمیفهمیدم من 20 سال پیش یابوبرم میداشت، کک میزدم میومدم جلو دوربین شروع میکردم اون مزخرفاتی که اون مردک میگفت و میگفت. انتقاد آری، عربده کشی هرگز، انتقاد آری، فحاشی بیادبی هرگز، انتقاد آری، اما حرمت پادشاه رو نگرفتن هرگز. جمله منو فراموش نکنی، حرمت اعلی حضرت به همه ما واجبه. احترام این مرد به مانند احترام گذاشتن به پدر و مادر و همسر و بچه و احترام گذاشتن به اعلی حضرت یعنی احترام گذاشتن به کرامت انسانی. حتی مخالفش باشی، دشمنش باشی، اصلا آقا من دشمنشم، مخالفشم، زدشم، اصلا من جمهوری طلب هشت طبقم، چه فوش بدیه میشم به خودم دادم تو جشن مشروطه، ولی باید حرمت این مرد رو بگیرم، چون باید حیا تو صورت آدم باشه، آدم باید هوش با حیا داشته باشه، نباید یادش بره رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ برای پدران و مادران ما چه کردن. آقا من کمونیست، ولی نمیتونم که چون کمونیستم یادم بره رضا شاه برای پدر بزرگ و مادر بزرگ من چه کار کرده. آقا من مذهبی شیش طبقه، نمیتونم یادم بره که شاه برای پدر و مادر من چه کار کرده، برای خودم چه کار کرده. من درس خوندم، دیپلم گرفتم، تقضیه رایگان خوردم، همین الان دارم نفس میکشم، رضا پهلوی دارم نفس میکشم، تو همین اروپا هنوز میگم که آیم ایرانیه، من ایرانیم. رو چه حساب من اینه میگم؟ رضا جمهوری اسلامی میگم، رضا ممدلی میگم، رضا فتحعلی میگم، رضا شاه پهلوی دارم میگم دیگه. یه چهار تا ما چهار تا چیز میخوایم به اروپا یا نشون بدیم، چی نشون میدیم؟ همش میگیم زمان شاه، نگاه کن این زمان شاه بوده، نگاه کن هواپیماهای ایرانی رو، نگاه مهموندارا رو، نگاه پرستارا رو، نگاه دکترا رو، نگاه میدون شهیاد رو، نگاه استودیو آریا مهر رو. خب اینا همه رو پهلوی ساخته دیگه، پس دارم رو حساب پهلوی دارم اینجا مانور میام. پس باید حرمت این مرد رو نگه داره، اصلا دشمنش مخالفش، اوکی؟ پس وارد بازی اعلیحضرت نشی. یک جمله دیگه هم بهتون میگم، ملت داخل کشور، اینو گوش کنید بچه ها، ازتون خواهش میکنم این تیکه حرف منو ضبط کنید، وسیع پخشش کنید. این جمله که الان میخوام بهتون بگم، یک دو سه، هیچ کشوری در دنیا نمیتواند برای هیچ ملتی تصمیم بگیرد، تنها تصمیم گیرنده برای کشور ملت آن سرزمین است، مردم آن سرزمین است. و اینو بارها اعلیحضرت سیروس پهلوی سوم واضح و روشن بیان فرمود. خیالتون راحت باشه، اگر شما ملت ایران بخواهید که ایران پادشاهی بشود، میشود، ولو اینکه تمام دنیا نخواهد. حرف لنین، خلق نخواهد حاکمیت نتواند، یادتون نره. اگر شما ملت پادشاهتون رو به کشور برگرداندید و او را به سر جایگاه خودش نشاندید، هیچ کس در دنیا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون دنیا تهدید کرده میهن پرستان را که اگر شاهتون بیاد ایران و ادعای پادشاهی بکنه، ایران رو به 20 تیکه تقسیمش میکنه، جنگ داخلی را میدازیم. دروغ میگن، غلط میکنن، هیچ پخی هم نیستن، راحتتون کنن. چرا؟ سه فرمایشات اعلیحضرت، ممنونتون. هفتاد و دو سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد.
تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عوضی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشن، پایتخت ایران تخت بکنن و برن به این مملکت اجنبی. این تنها مظهر مقاومت ملی ایران از جامعه ملت ایران راه برخواهد بست و در نتیجه مردم به حفظ حقوق خود و رعایت حقوق دیگران آشنایی بیشتری پیدا خواهند کرد. اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین‌المللی امروز آرزوی من و هر فرد اصلاح طلب وطن پرست است. آنچه در زمینه اصلاحات تا کنون اقدام شده عبارت زیر سازی بنای ایران نوین بر پایه جامعه آزاد و دموکرات و مترقی و مرفه است که باید تا آخرین مرحله به همین نه پیش برود و از مردم زحمتکش ایران ملتی شاداب و متحد و مرفه و سعادتمند بسازد و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی را از میان مردم وطن ما بزداید و سواصل طبقاتی را از میان بردارد. بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی عدالتی می خواهد در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش از مهلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلاء ملت ایران یاد کرده ام نمیتوانم ناظر بیطرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. سرکار بانو جیتی آر یا جیتی ری $20 خیلی ازتون سپاسگزارم. بانو جیتی گرامی پیام شما هم رسید، خیلی هم ازت ممنونم، لطف محبت کرد. بانو پوراندو همرزم عزیز ما هم از هلند که فرمودن امروز هم تولد دخترشونه، 14 مرداد. به 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 چه روز نیمند مبارکی، آفرین، تولد دختر خانومتون هم مبارک. پوران خانوم عزیز ما هم از هلند نوت کرده با جاوید شاه $200 دستش درد نکنه و امیدواریم که سلامت باشه دختر خانومشون و خودشون. فرمان شده علیحضرت گوش کردی؟ اینها مبانی انقلاب مشروطیت بود یا نبود؟ لعنت بر پدر و مادر کسی که این سخنرانی ها را در زمان خودش شنید و سال 57 به این خدا بیامرز توهین کرد. لعنت به روح پدرش، مادرش، جد و آبادش. امیدوارم نسل اندر نسلتون با مرض برید زیر خاک. از ته دلم میگم که ما را هم آواره کردید که یک عمر در حسرت دیدن پدر مادرمون بسوزیم. میسوزونمتون، جیگرتون رو میسوزونم. مشروط خواهی قلابی جرأت کردید پاتونو بزنید ایران، به صرف شام و شیرینی در میدان شهیار در خدمتتون هستید.
بیاید اونجا براتون عرق دم کردیم که خیال کردید پست وزارت و وکالت براتون گذاشته. خیانت شد به مشروطیت، همون خیانتی که در صدر مشروطیت به مشروطه خواهان شد. و اتفاقا همین یپریم خان ارمنی به ستارخان و باقرخان گفت، گفت در بین طیف شما ستار نفوذی اومده که باقرخان بهش توپید، که حرفتو باز بزن. گفت نمیتونم. میدونی چرا نمیتونست؟ چون ارمنی بود. گفت اگه بگم میریم توی مسئله مذهبی، اختلاف به وجود میاد. اون میدونست، زرنگتر بود، میدونست که نفوذی اومده تو مشروط خواهان. و سرانجام به حرف یپریم خان رسیدن، چرا که اومدن مشروعه رو پیاده کنن. همین الان هم در بین مشروط خواهان به اسم حزب در ما نفوذ کردن. مردک نشسته تو بلژیک میگه نگید جاوید شاه، بگید مردم اینترنت نداره. رفیق کیه؟ لگن فروش دوز. کجا سخنرانی میکنه؟ توی لندن میره میشینه پشت میز حزب مشروطه. میگه من شاگرد لگن فروش دوز و علی ساربونم. خیلی هم بدجوری شاگردم، واقعا هم شاگردی هم مزدوری. بعد بچه ها تو بلژیک تظاهرات میزنن، وایسوده اونجا میگه نگید جاوید شاه. بچه‌ها میگن، به بچه‌ها میگم اینو چرا دعوت کردی؟ میگه خودش اومده پرچم گرفته واسه اون گوشه، هیچی هم نمیگه، فقط وایساده اومده جاسوسی کنه. رفیقاش که یه مش دوست، بعد برای ما خط نشون هم میکشه. ببین ما دیگه چقدر بدبخت شدیم، اینا واسه ما خط نشون میکشه. صدای جیرینگ و جیرینگ علنگوهاشون داره میگه. بعد میگه من نویسنده. همشون هم میگن از ایران میون میگن ما زندانی بودیم، یعنی خفه شیر حرف نزن، ما زندانی بودیم، مثلا انگار تخم دو زرده کردن. اینا هم که تو خواجه میگن ما نویسنده مؤدب شاهزاده، سریع هم میگن ما به شاهزاده گفتیم. شاهزاده یه عده‌ای هستن، یکیشون از این رضا احمدی، عکس شما رو گذاشته به همه بده بیرون میگه. شاهزاده گفتن اینا از ما نیستن، خیلی اخن بدن. نگاه کن اینم سندش. بچه جان اون موقعی که تو بروکسل و رفیقات تو لندن و این باقی ماندهتون تو لجنجلس به قول خودتون لاتبازی در می، اونایی که تو لجنجلس ما لاتبازی در می، میز به هم میریختیم و صندلی میریختیم به هم و اینا. ما اون موقع تو آلمان جلو خیلی کسا وای میسادیم که تو اصلا وجود نداشتی، اصلا نبودی. همیشه گفتم بیاین کارنامه سیاسیاتون رو نشون بدید. بیاین نشون بدید 1986، بیاین نشون بدید کجا بودی. رنگ و رخسارت گواهی دهد زیر زمین. به اسم مشروط خواه در بین میهن پرستان نفوذ کردن. بچه های مشروط خواه حواستون جمع باشه، به اسم مشروط خواه نفوذ کردن در بین همه ما. من حواسم جمعه، دارم دوزاری شما رو میندازم. فرمایشات اعلیحضرت گوش کردی؟ ایشون چی گفتن که ستارخان و باقرخان و سایر بزرگان مشروطیت نگفتن؟ خب حالا بعدیشو گوش کنید. جناب مهندس نوت کنید شماره 4، توده‌ای های همیشه خائن ملت ایران. این تیکه ای که الان از اعلیحضرت این کلیپ و این فایلو ضبط کنید، پخش کنید. با آتش سوزی کشور ما رو گرفتن، هنوزم دارن آتش میزنن، هنوزم دارن تخریب میکنن. همونایی که سینما رکس آبادان آتش زدن امروز رفتن در طویله اسلامی نشستن. همونایی که اون روز تو خیابونا عربده میکشیدن به خدایگان فحاشی میکردن، حالا شدن تحلیلگر، میرن میشینن تو یه مش طویله به اسم طویله سیاسی. همونایی که اون روز تو روزنامه کیهان اطلاعات مینویسن شاه در رفت، شاه مرد، امروز به عنوان روزنامه نگار اومدن اینجا دارن برای شما سکه میفروشن و دارن برای شما لگن میفروشن و اومدن شعر و ترانه میخونن، میگن در همه دیر مغان نیست شما شهیدای مزخرفات اون یارو من. ای دل اگر عاشقی در پی منقل باش. و یه مش احمق شدن مرید اینا، میگن با اینا باید درست صحبت کنی. با کی؟ با یه مش تنلشی که عامل فساد و عامل
بدبخت کردن ملت ایرانن، یعنی پرونده های فساد اخلاقی و مالی دارن. بعد من برم بشنم با این اراذل اوباش با زبان سیاسی صحبت کنم. یه مش کسانی که 20 ساله، بیش از 20 ساله از رادیو تلویزیون هایی که با پول اینتلیجنس سرویس، CIA و سازمان های اطلاعاتی امنیتی جهان، موساد درست شده، نشستن فقط برای شماها دارن وراجی میکنن. یه روز میرن زیر پرچم فرانسه میشن رامین پرگار، نوکر سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه، بعد میان میگن ما مشاور شاهزاده ایم، مثل ابولی بنی سگ، مثل سازمان تروریستی مجاهدین که هم از آخر میخوره و هم از توبره، مثل نازیلا دزده و رضا پاهنداز. یه عدهشون شدن نوکر آلمان، رفتن زیر پرچم عقابه آلمان، مثل کی؟ حسن صدقه خور. برید ببینید چپای آلمان چجوری با این مرد که شبا میرن میشینن تو برلین عکس میگیرن و آبجوخوری و چه پولایی میرزن زیر پای این، لازمش دارن. ببخشید جناب مهندس، زمان مشروطیت هم همین بود. در زمان مشروطیت هلندیا، سوئدیها، ایتالیاییها، اسپانیاییها، همه دنیا در کشور ما جاسوس داشتن. یه موقعی امپراتوری هلند در ایران جاسوسی میکرد، چون امپراتوری داشت برای خودش. امپراتوری، ببخشید گفتم لغتش اشتباهه، کشور امپریالیست بود هلند، دریانوردایی که می اومدن و قبل از اینکه انگلیس بیاد هلندیا بودن، پرتغالیا بودن، دانمارک یه مقداری بود، بعد ایتالیا و اسپانیا اومد جای اونا رو گرفت. ایران همیشه از جاسوسای اجاره‌ای داشته، مثل این مشروطه‌چیای اجاره‌ای، اینا هم اجاره‌ایان، میرن واشنگتن دی سی 150,000 200,000 دلار پول میگیرن که بیان حزب و دسته براش درست کنن. بعد تمام جمهوری طلبا میگن ما فقط با حزب مشروطه میتونیم صحبت کنیم. چرا؟ چون اینا تنها حزب منسجم متحد قوی هن. چند نفرن؟ 20 نفر. اگر شدن 21 نفر من مخلصتون هم هستم. برید نگاه کنید تو تلگرام، اینستاگرام اینا چند عضو دارن. من یه لقبارم، برید نگاه کنید. من هیچی هم نیستم، هیچ فعالیتی هم ندارم، رهبرم نیستم، رایزانم نیستم، راهزانم نیستم، دبیرکلم نیستم. دروغ، سرکاری، فقط دارن پول میگیرن. حزب دموکرات امریکا فقط پول به پاشون میریزه. پول از کجا میاد؟ چاهای نفت خوزستان که بچه خوزستان لجن بخوره. یعنی پول خون شما میاد میره میشه واسه دبیرکلیه اینا، واسه حزب و گروه اینا که براتون چیز رابطه، که بعد دارن میگن ما ائتلاف کردیم. با کی؟ اسمال بزاز. چه کار است؟ نوکر انگلیس، افتخار نوکری حزب دموکرات امریکا رو داره. کجا بشینن؟ برن بشینن توی برنامه زوم و ایارو اسکایپ، برن بشینن جلسه بذارن. کی رو دعوت کنن؟ اعلیحضرت رو دعوت کنن. کار به کجا بکشه؟ ما میخوایم اطلاعیه بدیم بیرون. خب برای خوزستان چرا ندیدین بیرون؟ چرا هیچ حرکتی نکردین؟ اگر میتونید آقا ملت، من سوال میکنم، این همه شماها منم میکنین، در سه شهر، پاریس، لندن، هامبورگ، دو تا شهر دیگه هم میاریم روش، تورنتو، چه بدونم لس آنجلس، این پنج تا شهر مرکز ایرانی ها. اگر شماهایی که 13 14 50 تا اینو ما ائتلاف کردیم، همایش داریم، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، عکس شاهزاده رو نیارید، ائتلاف هم میخوره، شلوارمون میره بالا، این میاد پایین، همه اینا هم درست. اگر شما تونستین تو این 5 تا شهر، تو هر شهری 100 تا آدم جمع کردین، من دست از تمام ادعای سیاسی برمی‌دارم. یعنی 500 تا آدم تو خارج از کشور بیرید تو خیابونا، تو هامبورگ، پاریس، لندن، تورنتو، چه بدونم لس آنجلس، نیویورک، لس آنجلس، کانادا مخور دو سرت، اونم مال بچه باز خراس، نه خوراک مورچه ها. خب همشون لب و دهنن، همشون مزدورن، مزدور اجاره این، دروغ میگن، یا زیر پرچم انگلیسن، یا زیر پرچم فرانسه، یا زیر پرچم آلمان، یا زیر پرچم اسرائیل، یا زیر پرچم روسیه، یا زیر پرچم امریکا، یا زیر پرچم چین. فقط پول، 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 فقط اینا پولو میشناسن. پول بدین، پول بدین، فقط پولو میشناسن. ناموسشون، شرفشون، حیثیتشون، همه چیشونو به پول فروختن، به شرافتم، به روح پدر مادرم، به وجب خاک ایران، اگه یک دونه از اینا به فکر ایران باشه،
به شرف هم اگه یکی از اینا برگشت ایران یه خشت یا آجر رو آجر گذاشت توف بندازین تو صورت من، این بوز اینم دو سر منه بزنین. هیچ کدومشون ایران نمیان، پول خواب موندن تو حسابشون توپ به توپ. تابستون که میشه اونایی که اون طرف اقیانوسن مسافرتاشون مکزیک، پاناما، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، موز و آناناس بخور، حشیش بکش، گراس بکش، کوبا برار، کوبا هم باز شده. این یارو چیزه هست میگه اگه یه روز بری خبر اینا رو با خودت نبری سفر، اونم میره براشون ترانه میخونه. اینا هم که تو اروپا، جزایر، اسپانیا، ترکیه، دبی، نمیدونم جنوب فرانسه، یه عشق و حالیه. بعد جلو دوربینا میشینن ملت قهرمان شجاع بدبخت ایران، استبداد و استثمار و ملت ها و دولت ها و همیشه علت ها و ملت ها بودن. بله وقت شما تمام شد آقای دکتر. شما بله جناب مهندس درست میفرمایند، ملت ها و دولت ها و استعمار اساسا جامعه روحانیت و آخوندها در پیش از انقلاب مشروطیت و پس از انقلاب مشروطیت، البته مشروطیت نبود و مشروعیت بود ولی بعد مشروطیت شد، پدر سوخته حق باد ملت و فقر بلایی به سر دونو ملت بیاره، بلایی. تمام حرفاتون ضبط شده تو خونه ایرونیان، پر از صدای ماست، پر از فیلمای ماست. علی منقلی، یه منقلی واسه بسازن 40 تا وافور دورش بگیره و 40 کلی دریاک یعنی که خوب واسه میرسونه هم حسنه را ارتباطی داده خبری شده رو بلورید. چرا مواده چهار لطف مواد بفرمید بچه اینو پخش کنید توده یای همیشه خائن. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی تودهی های بیوطن کاری را تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه‌ای، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. این حملات وحشیانه در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. از این رفتن هزارها نفر مؤثر نیست، بایستی که دره هستنده می شد. کما این که در 21 فروردین 1344 این سوی قصد شد ولی مقدر نبود. بابا ساکت نگاه کن دیمه چیه، فقط اصلیش کجاه؟ سپاس از شما جناب مهندسی هاشی ایرانی. دیدید خانم آقایون، اون موقع سینما رکس آبادان آتیش میزدن، حالا ساختمان آلمین مصد آتیش میزنن. دیدی چه بلاهایی به سرمون آوردن توده‌ای های همیشه خائن؟
با حمایت روس‌ها و انگلیس‌ها، همون آدما، همون افراد امروز به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور واسه من و تو دارن تعیین تکلیف میکنن و شاه مملکت ما رو زیر فشار میذارن. من حرفامو بهتون میزنم، میخواین باور کن میخواین نکن، برام مهم نیست، جالبم نیست. علازاد زیر فشار میزنن آقا شما استعفا باید بدی از پادشاهی، فراموش کن پهلوی رو، فراموش کن پادشاهی رو. منتها چون ما خودمون یه غلطی کردیم توش موندیم، پدرتو بردیم و ملت 42 سال اون آقا رو میخواد، که اگر ما میدونستیم که مردم اون آقا رو نمیخواد، تکلیف تو رو روشن تو رو میکشتیم، همونطور که عاشقتو کشتیم. منتها زورون به تو نچربید، نتونستیم، چون میدونستیم اگر یه موثرتو کم بشه وضع خاورمیانه دیگه از کنترلمون خارج میشه. اسم توی که هنوز اونجا ما تونستیم به عربا و اون منطقه رو ما رو حساب اسم تو کنترل داریم میکنیم. ملت گوش کنی، اسمی به نام رضا پهلوی که ما میگیم اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، یه دیگه این گیجم به اسم مرد خواهد میگن شاهزاده شاهزاده، حالا کار ندارم. این مرد که گذاشتنش تو سانسور که ازش هیچ بسازن، یعنی بگن ما هیچ چی نیست این آقا، ما دلمون بخواد میاریمش رو دوربین، ما دلمون بخواد به یورو نیوز میگیم برو مصاحبه کن، این ما هستیم که اراده کنیم اسم تو رو میاری، ما اراده کنیم اسم تو رو نمیاریم. درست هم میگن ها، ایشون رو گذاشتن توی سانسور و چه و چه. منتهای مراتب هیچ کس بهتر از همین بی پدر و مادر رو نمیدونه که این اسم چقدر بزرگه، همچون که ما میدونیم اسم پهلوی به اندازه کره زمین بزرگه، اسم پهلوی به وسعت کره خاکی بزرگه. با این اسم که هنوز انگلیس ها توانستن و امریکایی ها توانستن بر خاورمیانه حاکم باشن، که اگر بخوای شیطنت بکنید میدونید جریان پهلویست و جریان ناسیونالیستو باجو بدید بیاد. عربا تازه فهمیدن اون روزی که شاهنشاه کشور رو ترک کرد، اینا با دومشون بشکن میشکستن، هم عراقی ها، هم سوری ها، هم صدام حسین، هم حافظ اسد، هم یارو سلطان عربستان، همشون حال کردن علازاد از کشور رفت بیرون. بعدن فهمیدن که ای داد بیداد، سایه اون بود که آسایش و امنیت تو منطقه بود. حالا رسما دیگه نفتمون رو دارن میبرن، باجم بهشون داریم میدیم، منطقه رو هم کردن منطقه قمارخونه و تنلش بازی. زنای عربی مجبورن برن جلو اونا عربی برقصن، پول بزنن تو سینه‌شون، دارن جلو چشمشون به ناموس عربا دارن تجاوز میکنن، به ناموس کشورهای عربی. دروغ هم نمیگم، دبی، ابوظبی، برید نگاه کنید، دوحه، عشق شیری که من شدم میزبان جام جهانی، چقدر بیشعور مردک احمق که نمیفهمه با این میزبانی که به تو دادن چه بلایی به سرت آوردن، چند صد میلیارد ازت کشیدن بیرون. حالا گور پدرشون کویت خفقون مرگ گرفته، یه خبر از کویت بیرون نمیاد. اون یارو سلطان قابوس بود، تابوس بود، کابوس بود، چی بود اون مرد که لنگ بست، اون لنگه رو بستن رو سرش، به دیوزگی انداختنش، جرأت نداشت دیگه حتی بره همون چهار تا مروارید از اونجا بکشه بیاره بیرون. تمام شرکت های انگلیسی رفتن تای خلیج فارس، دم دریای عمان، دم خود عمان واسهش پاک کردن، آسفالت کردن تای دریا رو، چشمت کورشه. اینا میدونن پهلوی چه نام بزرگیه، واسه خاطر همینه که پهلوی رو گذاشتن تو سانسور، که شما تو دنیا به آدمای عادی میگی پهلوی، میگن او شاه پسرش کجاست، چون نشون نمیدن که. اما اونی که میدونه این مرد چقدر بزرگه میدونه، واسه خاطر همینه اونا به این مرد بزرگ گفتن آقا دست از سلطنتت بردار، از ادعای تاج و تخت بردار، پهلوی مالیت نمیذاریم بیاد ایران، اگر بخوای ادعا کنی مملکتت به 20 قسمت تقسیم میکنیم. من به همین راحتی دارم بهتون میگم، من جونم از همه چیم هم گذاشتم، اشتباه، غلط، صحیح، ناصح، همشم به مسئولیت خودم، همشم به مسئولیت خودم. میدونم دارم بهتون چی میگم، من مغزم رو با تریاک و مشروب داغون نکردم. شما میری ایران چون مردم میخواند، ما ندونیم کاری بکنیم، اما نری بگی من شاهم. اینجا من لولو بود.
حالا فهمیدی چرا اعلیحضرت میفرمایند جمهوری؟ این شما ملت ایران هستید. چرا من بهتون میگم بنویسید جاوید شاه؟ چرا 4 ساله دارم گلومو پاره میکنم میگم بگید جاوید شاه، بنویسید جاوید شاه، بگو جاوید شاه، بنویس جاوید شاه. چرا گلومو پاره میکنم؟ فوش خار مادر کیلویی میخورم، تهدید کیلویی میشم. بچه ها بدون عکس اعلیحضرت جایی نرید، بچه ها بدون جاوید شاه جایی نرید. شناسنامه ماست. خیال میکنید شما میرید مثلا تظاهر رو همین بچه میرن تو فرانکفورت، تو وین، تو لندن، این بر اون بر، شما عکس اعلیحضرت میارید مثلا پول پوند میره تو جیب من، دلار میره تو جیب من، جز حرص و جوش و فوش خارمانده چیزی به من میرسه؟ بچه ها شاه رو شما باید ببرید ایران، از شاه بسازید. اگر سرتون رو به جمهوری ببینید، سر پادشاهی ایران، سر مشروطیت روی یه خط گیوتینه. سر ما میهن پرستان قشنگ گشته دم گیوتین، تکون بخونید گردنمون رفته. خیلی باید مواظب باشید، گوش کنید، خیلی باید مواظب باشید. بچه های داخل کشور، خارج از کشور رو ولش کن، خارج از کشور رو فراموش کنید، ما رو فراموش کنید. ما هممون اینجا تو ما 1% با شرف موندیم تو خارج از کشور، بقیه خواب بردتشون، مزدورن، پول میگیرن، حقوق میگیرن، نوکرن، وابستن، همشون وابستن، همشون مزدور اجاره این. به شرف هم اگه بهتون دروغ بگن، دروغ میگن، میگن مشروط خواهیم، دروغ میگن، دارن از زیر آب مشروطیت میزنن. همون کاری که خیلی هاشون تو ایران کرده، مثل فردوس بیناموس، دروغ میگن بهتون، پرچم هم میذارن بغلشون خالی میبندن، به اونم اعتقاد ندارن، خدا شاهده. ملت داخل کشور، شما باید شاهتون رو برگردونید. این شما هستید که باید اون تاج افتاده شده، اون شاهنشاهی که از اون پله ها با شهبانو رفت سوار اون هواپیما شد و رفت، تاج رو گذاشته تو فرودگاه. اون تاج رو وقتی رضا پهلوی اومد ایران، حد نباید بذارین تو ماشین بشینه بره تو، حالا هر جا میخواد بره، یه خونه ای، کاخ میخواد بره، خونه، من نمیدونم کجا میخواد بره. همون جایی که رسید تو فرودگاه، اون تاجی که شاه گذاشت و امانت اونجا، همون تاج رو بزنین رو سرش دیگه. بابا به چه زمونی بگم؟ در غیر این صورت رفتیم تو بد بازی. اینا میلیارد خرج کردن تو خارج از کشور، اسلحه وارد ایران کردن. علی تجزیه یه تروریست کامل، یک تیم تروریست کامل در اختیارشه. چومله و اون که به خوش میگه آهنگر و فلان، چومله و دموکرات و همشون آدم کشن، همشون آدم کشن، مثل آب خوردن واسه آدم میکشن. تروریست های مجاهد علکی پول بهشون نمیدن واسه صدا و سیما، واسه اونجوری درست بکنه و سیمای آزادی درست کنه که لگن فروش دوز بگه تو 50,000 جا داره بخش میشه، پول خرجشون میشه، پول داره خرجشون میشه. اینا رو علکی پول خرجشون نمیکنن، واسه بمبگذاری تو ایران دارن پول واسه شون خرج میکنن، ازشون استفاده کنن. بهترین دورهای تروریستی رو دیدن، همشون آدم کشن. سازمان چریکای فدای خلق روسیه تا خرخره مسلحه. اگر این آقا رو تاج و شما ملت بذارین رو سرش، تموم، همه خفقون مرگ میگیرن. چرا؟ چون هنوز ایران دارای یک پارچگی نظامی، اقتصادی و سیاسیه و اجتماعی. واسه خاطر همینه میگم فوش ندید به پاسدارا، فوش ندید به نیروهای انتظامی. ما با سرانشون کار داریم، نه با بچه های سپاه، نه با بچه های ارتش، نه با بچه های نیروهای انتظامی. ما با نیروی سرکوبگر کار داریم، نه با بدنی این جریان. بدنی این جریان پشت اعلیحضرته. خیلی مسائل هست دیگه، نمیتونم بیشتر بگم. اینا مال ممنون گفتار بعدم. جناب مهندس شماره 5 هم لطف بفرمایید فرمایش اعلیحضرت. بچه زنگ هم بزنید. اونایی که در جستجوی ارقام هستن با آسونی میتوانن دنبال ارقام و مقایسه‌ام باشن. شما در 25 مرداد 2512 چه بودیم، چه داشتیم و امروز چی هستیم و چه
همیشه خواهیم شد. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران. سپاس جناب مهندسی هاشمی گرامی. دیدید من مدام اینا رو براتون پخش میکنم، چرا؟ از حافظتون نره. این نصیحت اعلیحضرت بود. ما به شما وعده تمدن بزرگ میدیم با تمام جزئیاتش، یعنی با همه مخلفاتش. تمدن بزرگ یعنی الان که 42 سال کشورمون اشغال شده، حساب کنید پهلوی روند عادی خودش رو ادامه میداد. الان اعلیحضرت نزدیک 30 و اندی سال بود پادشاه ایران بودن، اعلیحضرت رضا شاه دوم. شما تصور میکنید خط هوایی، برترین خط هوایی جهان کدوم هواپیما بود؟ امارات، ایران ای. هم ارزان، یعنی با قیمت، چون ایرونی ها خلاقن، هیچ وقت نمیومد بلیط یه هواپیما رو مثلا میگم از تهران به آمستردام بذاره 1500 دلار، میشه 600 دلار، ولی امکانات بهت میداد بنز 2000 دلار. یعنی باید 6 ماه میرفتی بلیط هواپیمای ایران ای رو رزرو میکردی با اون خانومای خوشگلی که همه باید قدای مثلا 1.75 باشه، با اون انداما و با فلان. اصلا فقط به مهماندارا رو نگاه کنی، کیف کنی با اون خلبانا. بعد با آموزشگاه خلبانی، دانشگاه‌های خلبانی دیگه داخل ایران، دیگه احتیاج نبود خلبانا خلبانامون برن خارج از کشور، که از 100 تا خلبانی که میرفت نیرو هوایی میرفت خارج از کشور، یه دونهشو بالاخره فلون فلون شده برمیگردوندن ایران. آخر اون موقعش کار میکردن، جوان بود دیگه. خب میدونید ما چه گاردی داشتیم، چه گارد ساحلی داشتیم تو دریای مازندران، تو دریای پارس؟ میدونید وضعیت تنگه هرمز چی بود؟ میدونید از فروش نفت و سایر منابع زیرزمینیمون کشور ایران الان چی بود؟ میدونید ما الان چیزی به اسم کویر نداشتیم؟ اگر داشتیم به حالت یه حالتی که توریستا بیان نگاه کنن بگن اینجا هم کویره، مثلا صحرای آریزونا. میدونید کویره ما الان چی بود؟ چه درختکاری تو شده بود؟ میدونید ما چه ضربه‌ای خوردیم از مصدقیا در سال 57، از آخوندا، از مجاهدین، از کمونیستا؟ میدونید ملت قرار بوده شبکه راه آهن ایران چی بشه؟ میدونید قرار بود شما سوار قطار بشی از تهران تا بانکوک بری؟ میدونید قرار بود شما سوار قطار بشی از تهران تا لندن بری؟ قطار. میدونید شبکه مخابرات ایران چی میشد؟ شبکه آبرسانی ایران، برق ایران چی میشد؟ میدونید در ایران نه تنها کم بوده آب و برق نبود، بلکه ما آب و برق رو هم به کشورهای منطقه صادر میکردیم که به این وسیله وابسته به خودمون بشه. میدونید الان در سراسر جهان، حتی در ایالات متحده آمریکا، اتومبیل ایرانی ارزان، کم مصرف، شیک، لوکس، چند صد میلیارد اتومبیل ما فروخته بودیم، میلیون اتومبیل فروخته بودیم در سراسر جهان. میدونید ما الان چند تا کارخونه اتومبیل سازی داشتیم در ایران؟ میدونید ما الان صاحب چقدر دکتر و مهندس بودیم که دکتر مهندسامون مجبور بودن به دلیل نبود، واقعا دیگه نبود جا، اینقدر دیگه دکتر مهندس بود، دکترامون مثلا برن ژاپن، برن چین، برن این ورون ور برای طبابت، یعنی التماسشون رو بکنن برن اونجا بیمارستان بزنن. آره میدونید ما الان چه دانشگاه‌هایی تو ایران داشتیم که رقابت میکرد با اکسفورد و با زهرمار و با نمیدونم سوربن و برلین و فلان، اینا رویا نیستا، اینا برنامه های اون تمدن بزرگ بوده. میگه تمدن روزه بدن برق نداریم اینا. آقای دکتر وافورو بده تو خونه داریوش فروغر اینجوری میشستن مسخره میکرد. جون مادرتون سعی کنید بفهمید دارم بهتون چی میگم. از من گذشت، دلم با حال شما جوونا داره میسوزه، از من گذشت، تموم شد. من اون چیزی که باید میدیدم و دیدم، جام تخت جمشید رو دیدم، فوتبال بهزادی رو دیدم،
پروین رو دیدم، محمد صادقی رو دیدم، حجازی رو دیدم، تیم ملی رو دیدم، قهرمانی ایران رو تو بازی آسیایی دیدم، رفتن ایران به المپیک رو دیدم، جام جهانی رو دیدم، قهرمانی جام ملت‌ها رو دیدم، کشتی قهرمانی کشتی رو دیدم، قهرمانی رو دیدم، من ورزش رو دیدم تو ایران، دختر خانوما و آقا پسرای خوشگل و خوشتیپ رو دیدم، کاباره دیدم، مشروب دیدم، نخوردم دیدم، من اون ایران طلایی رو دیدم، بهترین سینماها رو دیدم، بهترینا رو دیدم تو ایران، کم دیدم ولی دیدم. بجنبید تا جوونیتون از بین نره. از من گذشت، من الان بیام ایران هیچ چی دیگه به من حال نمیده. من میخوام چیکار کنم؟ بیام ایران چیکار کنم؟ بیام مثلا من الان بیام ایران چه چیزی میخواد؟ ایران چی داره که من جذبش بشم؟ تکون بخوره جوونا، بفهمید دارم بهتون چی میگم. سر کارتون گذاشتن، با کرونا دارن میکشنتون، دارن نسل کشی میکنن، افغانی و عراقی و لبنانی و اردنی و شیعه دارن وارد ایران میکنن، ایرانو اشغال کردن، طایفه قریش ایران رو اشغال کرد به وسیله خمینی. خمینی بیناموس، مأمور MI6 بود، فراماسیونر بود، اون بیناموس. علی شیره‌ای نوکره، این بیناموس نوکره، بقیهشون هم بیناموستر از این هم. 14 مرداد در جشن مشروطیت مخصوصا میان براتون تحلیف ریاست جمهوری میذارن. چجوری بیان به ما بیلاختشون بدن، بگن 100 پیش حالا حرف شیخ فضل‌الله نوری رو به کرسی نشوندیم، حالا بهتون میگیم مشروعیت. به چه زبونی دیگه بهتون بگم؟ مشروطیت رو کردن مشروعیت به حکم شرع. سر سگ میزنی دور از جون سگ تو اون مملکت، آخون داره میاد بیرون، دادگستری آخون، آموزش و پرورش آخون، ارتش آخون، تو خیابون آخون، بالای منبر آخون، تو مسترا آخون، تو قبر آخون، همه جا آخونده. هر کدومشون 40-50 تا دختر ایرانی رو بردن تو خونه هاشون. بابا لام از سبای بی غیرت، یه تکونی بخوری. جناب مهندس شماره 6 رو نشون بدید، گوش کنید این گزارشو. من به 5 نرسید قطعش کردم، همین الانم صداشو قطع میکنم، نمیبینم، الان بلند میشم میرم. این مادر که اینجوری زجه میزنه، دروغم نمیگم، نمیتونم ببینم، خیالم نکنید من فیلم بازی میکنم. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورت. صلیب سرخ دولت هند تحویل میشه و 200 به مراکز خیریه و بیمارستان هایی که از طرف آستان خود مشخص شده، انشاءالله به موقع در اختیار مردم کشور دوست و قابل احترام هندوستان قرار خواهد گرفت. از اهدا کنندگان محترم، مخصوصا تولیت محترم آستان قدس رضوی و همه همکارانی که روی زمین زحمت کشیدن و هواپیمایی ماهان کمال تشکر رو بدیم. بچه من با خاطر اکسیژن مرد، اگر اکسیژن می بود بچه نازنین جوان من نمی بود. ای خدا، ای خدا، به کی بگم؟ به کی بگم؟ هرچی دوی اتاق دو اتاق بدا بدا می کردم، می گفتم اکسیژن بیار برای بچه هم بس کن، کسی نمی کرد، کسی نمی کرد، کسی نبود. وای خدا جوان من. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی چه جوری، به چه زبانی؟ آقا ملت، یه دقیقه اجازه بدین، اجازه بفرمایید. بانو سوئیت لطف کردن $100، سپاس از شما، لطف و محبت کردید. بانو سوئیت $100 با جاوید شاه. بانو مهتاب از مهناز، عذر میخوام، پوزش میخوام، بانو مهناز از نیویورک لطف و محبت کردن $200. دست شما درد نکنه بانو مهناز گرامی، لطف و محبت کرد. خانم آقایونی که همین امشب تا همین الان لطف کردید، یه دقیقه گوش کنید. همین الان در حضور شما فرض کنید این پولی که الان شما کمک کردید نقد الان رسیده تو دست من،
جلوی شما دوربین میزنم میرم تو قمارخونه با پولی که شما فرسادید، مثلا برای سنگر، برای حرفای من، بالاخره شما یه دلیل پول دادین دیگه، من جلوی چشم شما برای این پول قمار کنم و هر رو هر رو چه رو که بریشتون بخندم. چجوری میسوزید؟ بعد چی؟ بعد فردا بیام همین کارو تکرار کنم و شما هم همکاری بکنید، یعنی شما مجدداً این پولو بدید و این 42 سال ادامه داشته باشه. اسم شما چیه؟ اسم من چیه؟ 42 ساله دارن علناً رسماً دارن به ما میگن ما میکشیمتون، داریم به دخترها و زناتون تجاوز میکنیم، غیرت رو از مردانتون گرفتیم، پسراتون رو تو تهرون پای کراک و شیشه و هروئین نشوندیم، مرداتون رو تریاکی کردیم، مردا مذکرها رو بی غیرت کردیم تو ایران، این بلا رو هم سر زناتون آوردیم که دختراتون برن دوست پسر چینی و عرب و فلان و اینا بگیرن، اونم مشهدتون رو کردیم بانکوک اسلامی و چه و چه و چه چیزایی که خودتون میدونید، برای من خودتون مینویسید. رفیق چند ده ساله بنده از محل ما فیلم برداری کرد فرستاد، من دیدم از هر 5 تا خونه تو محل ما یکی شده شیرکش خونه، یکی شده فاحشه خونه، محلی که اگه یکی جرأت میکرد به دختره و محل بگه والا چش دبروه، به شرافت بشری از زیر دست جوانای محل سالم نمیرفت بیرون، واقعا نمیرفت بیرون، نمیرفت بیرون، نه محل ما، همه محل ما، ما تو هر محله میرفتیم سر اون پایین بود که جوانای محل بدونن ما فقط کاری داریم اومدیم اینجا، نگامو سرمون رو بالا نمیکردیم که چشمون نیفته به دختره کسی. با موقعی که سال 65 من تو ایران بودم این حکم بود تو محله ها. بعد خوبه این بود، این سرشت مرد ایرونیه، سرشت مرد شرقیه، مرد پاک شرقی، از ناموسش دفاع میکنه. ببینید به چه روزی ما رو انداختن. اینم خارج از کشورمون مردای ایرانی. غیر برات میریزه به شرافت بشری سوگن بانو جمیله اینطوری غیر نمیده. مرد شور اون قیافتون رو ببرد. خاک بر اون سرتون کنه. بعد تصور میکنن منم مثل دیگران اومدم اینجا قراره یه 20 سال اینجا باشم برای اینا شورا بندازم که بیان بشینن و چوسفیلشون رو بذارم بغل دستشون و میوهشون و عرق و فلان، به چه برنامه رضا احمدی بریم یه حالی بکنیم. آره با 40 ساعت مثل شما حال میکنم تا اون لحظه ای که بدونم مفیدم و این بچه ها رو میتونم بکشم بیارم تو خیابون اینجا میشینم حس کنم دیگه نمیشه، تموم کار. یه گزارش تلویزیونی بهتون میدم کمک شده و چی شده و یه تشکر از آقای وطنخواب و از آقای سیاوش خان و یه تشکر از شما و یه ماچو بوسه و قربون شما خدافظ. من نه عشق میکروفون دارم نه عشق دوربین، به شرافت بشری طوری برم که هیچ کسی که منو نبینه. میدونم هنوز بچه‌ها همت دارن میکنن، به عشق این بچه‌ها اینجا نشستم، به عشق هیچی دیگه ننشستم. من از هیچ کس نه نمره میخوام نه پول میخوام، من از خدا نمره میخوام. همیشه گفتم خدایا تو روتو از من برنگردون، من دست به هیچ دستگیری ندهم که ایشان همه فانی اند و پاینده توی، فقط جمال خدا رو عشق هست، من با آدما هیچ کاری ندارم. پس اینو بهتون گفتم خیالتون راحت کنم، بلند شید کشورتون رو نجات بدید، ملت ایران شاهتون رو برگردونید، نقشه کشیدن براتون، ایرانو میخوان بکنن جمهوری. 42 سال این تخم لق و کاشتن تو دهنتون جوون 20 سالی دارن. آقای احمدی خودتون جمهوری بشه مثلا بعد میتونه دو هم دم فرانسه و آلمان و فلان و نمیدونم میبخشیدن آلمان میام بشتون، میره با یکی دیگه چت میکنه، بچه 20 سال مثلا منو کلو میذاره. گیجتون کردم سعی کنید نوجوانان و جوانان، دختر خانوما، آقا پسرا، برای یک بار در زندگیتون، هر کی داره الان صدای منو میشنوه یا بعدن این برنامه رو میبینه، برای یک بار یک دقیقه یه نفس عمیق بکشین، اکسیژن بره تو مغزتون، چشمتون رو بذارین روهم، فرض کنین تو این دنیا فقط صدای منه و گوش تو، یک دقیقه به این حرف من گوش کنین، به پا بخیزید و ایران رو نجات بدید، از جونتون بگذرید شاهتون رو برگردونید، از جونتون بگذری شاه و برگردونید، تا روزی که زنده اید مبارزه کنید، نگید خسته شدم، نگید بریدم، تازه شروع شده این مبارزه. بعد نقشه های لندن براتون کشیده، بفهمید اینو، روس ها و انگلیس ها، آلمانی ها و فرانسوی ها،
چپ جهان دشمن قسم خورده خاورمیانه، دشمن قسم خورده ایرانه. چپ جهان دشمن پهلویه، چون پهلوی دشمن چپ بود. محمد رضا شاه پهلوی جلو کمونیستای جهان ایستاد، محکم ایستاد. بفهمید دارم بهتون چی میگم. ما هر چه خوردیم از مصدقی های ایران برباده و توده ای های همیشه خائن، همه اینا که جلو دوربینا نشستن یا نوکر مصدقن یا توده ای هستن، حتی به اسم مشروطه خواه، به شرفم بهتون دروغ نمیگم، به شرفم بهتون دروغ نمیگم، بی شرفم اگه بهتون دروغ بگم. دروغ میگن مشروطه خواهن، دروغ میگن، شش دروغ میگن، صد دروغ میگن، نه دروغ. همشون نوکرن، همشون به خون من تشنن، روزی هزار تا توطئه دارن بر علیه من میکنن. اینو هر طوری هست از جلوی این دور میبرینش. صد بار خواستن بین ما اینجا دعوا رو بندازن. جناب مهندس شعار نویسی بچه‌ها رو هم لطف کنید پخش کنید. بچه‌هایی که برای من شعار نویسی می‌نویسید که من براتون پخش کنم که میکنم، اگه کانالای دیگه پخش کنن دفعه دیگه پخش نمیکنم ها، دارم بهتون میگم. اگه به من اعتماد میکنید برای من میفرستید، من براتون پخش میکنم، به دلیلی که اونا میرن مهر میزنن روش پخش میکنن و داستان توش در میاد. منو تو این بازی نیارید، این آخرین بار بود، این آخرین باری بود که گفتم. اگه به من میدید به جای دیگه پخشش نکنید. جناب مهندس خواهش میکنم. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. باریکلا بچه ها، بازم بهتون میگم حواستون به این دوربینا باشه، حواستون باشه، حواستون باشه، حواستون باشه. آفرین، دست گل همتونم درد نکنه، کارتون بسیار عالیه که به مناسبت 14 مرداد عرض کنم جشن مشروطیت بچه ها در ایران فعالیت کردند و عکس اعلیحضرت رو پخش کردن و طبق معمول زحمت کشیدن. دست گل همتونم درد نکنه. دوشنبه میام در خدمتتون. سپاسگزارم از جناب مهندس سیاوش گرامی در طی هفته مثل همیشه. حالا من خودم میگم خیلی شرمنده ایشونه، کار خیلی سختی، واقعا سخته، و خیلی ازش ممنونم. از طرف همه شما خانم و آقایونم تشکر میکنم از ایشون و از همه شما عزیزانی هم که لطف میکنید به سنگر کمک میکنید، از همتون بی‌نهایت سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنونم از زحماتتون. تشکر میکنم از همه بچه‌هایی که در دنیای اینترنت، در اینستاگرام، تلگرام، پلتاک، فیسبوک، حالا هر جایی که به هر حال لطف میکنید برنامه میهن پرستان رو پخش میکنید به صورت زنده، از همتون سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنونم از لطف و محبتتون که به هر حال دست به دست هم بدیم. این کاری که دست من برمیاد، اون کاری که دست شما برمیاد، هممون سربازیم، هممون پشت سر اعلیحضرتیم، هممون هدفمون فقط بازگرداندن نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به پادشاه علی‌رضا سیروز رضا شاه دوم پهلوی سوم به ایرانه. وارد هیچ بازی هم نشید. بازم میگم کاری به کار علی‌رضا نداشته باشید. علی‌رضا دارن کارشون رو میکنن. کاری به کار علی‌رضا نداشته باشید. پشت سر علی‌رضا به ایستیم، نه در کنارش. پشت سر علی‌رضا. اسامی رو بگیم و با صدای دلنشین ستار عزیز به مناسبت 14 مرداد با عکسای به این مناسبت براتون پخش خواهد شد که بسیار کار زیبایی از ستار عزیز، هنرمند بزرگ، ملی، میهنی و مشروطه خواه و انسان شریف شرافتمند که مطرب دورگرد نشد، با شرف باقی موند. یه روز اینجوری نگفت، یه روز اونجوری، یه روز نگفت شجریان با حال اون یکی بی حاله.
گیتی بانو گیتی ار یا ر 20 دلار سپاس از شما بانو پوران دوخ از هلند 200 دلار تولد دخترتونم بازم تبریک میگیم با جاوید شاه سپاس از شما از هلند 200 دلار بانو سوئیت 100 دلار سپاس از شما با جاوید شاه و بانو مهناز هم از نیویورک 200 دلار سپاس از بانو مهناز از بانو سوئیت بانو پوران دوخ و بانو گیتی ای چه جالب 1 2 3 4 تا بانوی عزیز کمک کردن دست گلتون درد نکنه دستاتون رو میبوسم خیلی ازتون ممنونم لطف و محبت کردید تا دوشنبه شاد و پیروز باشید پشت سر علیحضرت پاینده ایران جاوید شاه کدوم شاه رضا شاه دوم پهلوی سوم ما زن و مرد جنگی ما بچه های جنگی بجنگ تا بجنگیم پاینده ایران جاوید شاه شو تاری کن سنگستان و مومز قدهز قدهز دست من افتاد و نه